نگاهی بر پادشاهی محمد شاه گورکانی از آخرین پادشاهان مغول در امپراتوری گورکانیان. ناصرالدین روشن اختر معروف به محمد شاه گورکانی 170 الی 1748 میلادی از پادشاهان دوره مغول صغیر در امپراتوری گورکانیان هند بود. او در 17 سالگی بر تخت نشست و بین 1719 تا 1748 میلادی فرمان روایی کرد. روشن اختر که بعدها با نام محمد شاه بر تخت نشست، پسر خجسته اختر جهانشاه، چهارمین و کوچکترین پسر بهادرشاه اول، نوه اورنگزیب عالمگیر، آخرین امپراتور گورکانی یا مغول کبیر بود. محمد شاه حامی بزرگ هنرها از جمله موسیقی، فرهنگ و تحولات اداری بود. او مردی خوشگذران بود و نام قلم او ساده رنگیلا و معنی همیشه شاد بود. از این رو اغلب او را محمد شاه رنگیلا می نامند. همچنین گاهی اوقات به نام پدر بزرگش بهادرشاه اول بهادرشاه رنگیلا نامیده شده است. حکومت پدر روشن اختر جهانشاه در سال 1712 میلادی کشته شد و با مرگ پدر بزرگش بهادرشاه مبارزات پیاپی برای جانشینی در میان بازماندگان در گرفت که در نهایت فرخ سیر پسر عموی روشن اختر پیروز شد. در اوایل سال 1719 میلادی فرخ سیر توسط برادران قدرتمند سید عبدالله و سید حسین علی به زندان افتاد و سپس کشته شد. در ماه سپتامبر پس از مرگ سریع بر اثر بیماری، دو نفر دیگر که این برادران بر تخت سلطنت نشانده بودند، ایشان پادشاهی روشن اختر را با عنوان محمد شاه اعلام کردند. در سال 1720 میلادی با ترور حسین علی و شکست عبدالله در نبرد حسنپور در جنوب غربی دهلی، محمد شاه از تیتره مؤثر برادران سید رهایی یافت و در سال 1721 میلادی او با دختر فرخ سیر ازدواج کرد. در سال 1724 میلادی پس از اینکه نظام الملک آصف جاه که وزیر منصوب دربار بود با انزجار دربار را ترک کرد. ولایات یکی پس از دیگری از کنترل پادشاهی خارج شدند و عملاً سعادت علی خان، نواب ایودیا، نواب ایودیا جایش را گرفت. قبایل افغان روهیلا خود را مالک روهیلکند در جنوب شرقی دهلی خواندند. تنها بنگال خراج سالانه به دهلی می پرداخت. سران ماراتها تحت فرمان پیشوا باجی راو خود را صاحب مناطق گجرات، مالوا و بوند لکند می دانستند و در سال 1737 میلادی به دهلی حمله کردند. تحولات فرهنگی در حالی که زبان اردو پیش از سلطنت محمد شاه استفاده می شد، اما در زمان سلطنت وی بود که این زبان در بین مردم محبوبیت بیشتری پیدا کرد و او آن را زبان دربار و جایگزین زبان فارسی اعلام کرد. در زمان سلطنت محمد شاه، قوالی دوباره به دربار شاهنشاهی گورکانیان بازگشت و به سرعت در سراسر جنوب آسیا گسترش یافت. محمد شاه همچنین برای گسترش مؤسسات مذهبی به جهت آموزش و پرورش مانند مکتب‌ها شناخته شده است. در زمان سلطنت وی، قرآن برای اولین بار به فارسی ساده و اردو ترجمه شد. همچنین در زمان سلطنت وی، لباس رسمی ترکی که معمولاً توسط اشراف عالی گورکانی پوشیده می‌شد و از سمرقند ریشه می گرفت، جایگزین شیروانی شد.
محمد شاه حامی هنرهای نمایشی بود. تقریباً به سبب اولویت‌های اجرایی او در هزینه‌های فرهنگی، زمینه را برای از هم پاشیدگی دولت فراهم کرد. در حالی که قدرت سیاسی گورکانیان در زمان سلطنت او فروپاشی کرد، او به پشتیبانی از هنرها ادامه می‌داد و هنرمندان و استادانی همچون نهدامال و چیتارمند را تشویق می‌کرد که نقاشی‌های پرشور از صحنه‌های زندگی دربار را نقش کنند، مانند جشن هولی و شکار با شاهین. دربار گورکانی در آن زمان نوازندگانی چون نعمت خان، معروف به صدارنگ، و برادرزاده اش فیروز خان، آدارنگ نیز داشت که آهنگ‌های ایشان شکل موسیقیایی خیال را محبوبیت بخشید. نعمت خان خیال را برای شاگردانش آهنگسازی کرد، ولی هرگز او خیال را اجرا نکرد. این مؤلفه اصلی موسیقی سنتی هند در دربار محمد شاه رشد کرد، تحول یافت و تحت حمایت قرار گرفت. محمد شاه خود از زمره خوشنویسان و نستعلیق نویسان هند بود و دو قطعه از آثارش در موزه باستانشناسی دهلی موجود است. تحولات علمی در زمان سلطنت محمد شاه، یک اثر علمی مهم به نام زیج محمد شاهی توسط جای سینگ دوم از سلطنت آمبر بین سالهای 1727 و 1735 میلادی به پایان رسید که از 400 صفحه تشکیل شده است. در سال 1739 میلادی نادرشاه افشار پادشاه ایران به هند حمله کرد. نادرشاه از غفلت دهلی از مناطق مرزی شمال غربی که اکنون در پاکستان است استفاده کرد تا ایشان را در کرنال در شمال کشور هندوستان تار و مار کند و دهلی را تحت اشغال خود درآورد. به دلیل ضعف تاکتیک محمد شاه به سادگی شکست خورد و نادر فاتحانه وارد دهلی شد و درست پس از یک ماه به نام خود در آنجا خطبه خواند. بیشتر از 30,000 هندی کشته شدند. بناچار محمد شاه از نادر شاه مجال خواست. در پاسخ نادر شاه در قبال آنکه کلید خزانه سلطنتی را بگیرد، عقب نشینی را پذیرفت. او سریر پادشاهی هند که برای شاه جهان ساخته بودند و معروف به تخت طاووس بود را به همراه جواهرات کوه نور، دریای نور و کره جواهر نشان به ایران آورد و تاج شاهی را بر سر محمد شاه باقی گذاشت. تخت طاووسی که نادرشاه افشار از نبرد هندوستان با خود به ایران آورد، پس از مرگ وی توسط غارتگران تخریب و به یغما برده شد. در مارس 1748 میلادی محمد شاه احمد شاه دورانی حاکم افغانستان را در سیر هند شکست داد و بدین ترتیب در سالهای پایانی فرمانروایی خود به موفقیتی دست یافت. با سپاس از توجهتان و لطف نموده کانال افغانستان پرس را سابسکرایب نمایید و با دوستانتان شریک سازید.